پس از مدت ها جنجال و سر و صداها نسبت به تداوم سرپرستی ادارات دولتی به ویژه نهادهای امنیتی در کشور، اینک به روز چهارشنبه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری عبدالله حبیبی را به حیث نامزد وزیر دفاع ملی و محمد معصوم سانگزه را به صفت نامزد ریاست عمومی امنیت ملی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد. با توجه به ضرورت های موجود در عرصه نظامی و امنیتی کشور و برای اینکه شورای ملی و حکومت همکاری، همدلی، همبستگی و تصمیم قاطع، جدی و مشترک خود در مبارزه با دشمنان را نشان دهند، از شما و کلای محترم جدا تقاضا می کنم که هر چه زودتر به این شخصیت ها رأی تایید دهید. این مقام حکومتی با اشاره به برگزاری نشست وارسا که قرار است در آینده نه چندان دور برگزار گردد تاکید کرد که تاییدی این شخصیت ها در پست های یاد شده از سوی مجلس نمایندگان می تواند در راستای جلب کمک های جامعه جهانی در این نشست برای افغانستان مهم تمام شود. در این کنفرانس مهم بین المللی دنیا در قبال کمک ها و همکاری های سیاسی، امنیتی و مالی خود از ما و شما یک آدرس واضح و یک تیم منسجم در رهبری امنیتی و دفاعی را مطالبه دارد. و از جانب دیگر تمام سربازان ما در سطوح مختلف با مدیریت کارا به رهبری شایسته و پرتوان و با اعتبار نیاز دارند. آقای دانش همچنان از تصمیم حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال جاری سخن زد. انتخاباتی که برگزاری و نیز تامین اصلاحات در آن یکی از پیش‌شرط‌های کمک جامعه جهانی برای افغانستان در نشست وارسا خوانده شده است. حکومت بر اساس وظایف قانونی خود مصمم است که در سال جاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار نماید. برگزاری انتخابات یک مسئولیت قانونی مشترک حکومت و شورای ملی است و هم مردم افغانستان به شمول احزاب سیاسی و نهادهای مدنی این تقاضا را مصرانه مطرح می‌کنند. محمد معصوم سانگزی و عبدالله حبیبی در حال در پست‌های ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی از سوی حکومت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند که پیش از این نیز محمد معصوم سانگزی یک بار به حیث نامزد وزیر دفاع ملی از سوی حکومت برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی شده بود، اما وای رأی لازم را در این زمینه به دست نیاورد. حالا دیده شود که این دو مقام می‌تواند بر اساس انتظار دولت رأی تاییدی را از سوی نمایندگان به دست آورند یا خیر.